هر زمان هر کجا شادیم تو هستی، در غم ها در درد ها آرامش تو هستی، در یوغ بندگی آرامش تو هستی. این تن و جسم من شد از خود سرشته در پای صلیبت، به خونت آغشته در تولدی نو، هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته. گم گشته پریشان یا بنده تو هستی، افتاده خرد شده قدرتم تو هستی، در گناه در خطا بخشنده تو هستی، تو راهی تو راستی هادیم تو هستی. این تن و جسم من شد از خود سرشته در پای صلیبت، به خونت آغشته در تولدی نو، هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته. نترسم نلرزم، صخره‌ام تو هستی، زیست کنم تا ابد حیاتم تو هستی، شکرگویم هم خوانم خداوند تو هستی. این تن و جسم من شد از خود سرشته در پای صلیبت، به خونت آغشته در تولدی نو، هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته. در تولدی نو، هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. عزیزان، با امید اینکه هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید، خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری به ما عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. عزیزان شنونده، هدف برنامه‌های رادیو آرامش همواره اعلان پیام کلام خداوند در انجیل مقدس می باشد. دوستان، پیام خوش خداوند در انجیل او برای بشریت این است که رستگاری، آرامش دائمی الهی و برخورداری از حیات جاویدان در نزد او در ایمان به مسیح میسر می باشد. دوستان، خداوند همه شما را در هر موقعیت و شرایطی که می باشید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مایل تا با شما
پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند سیه امروز به ما میده ما را تعلیم. دوستان عزیز، چنانچه سوال یا موردی هست که مایلید با من به طور مفصل راجع به اون صحبت بفرمایید، بعد از اتمام برنامه زنده ما، یعنی بعد از ساعت 10:30 به بعد، با شماره مستقیم رادیو آرامش 604-788-5211 تماس بگیرید. باز هم تشکر میکنم از توجه شما عزیزان و امیدوارم که شنیدن کلام خداوند امروز موجب برکت شما بگردد. اعتماد بر عیسی نیست، هادی و امید ما، وعده های عالی از در کلام او پیدا، بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی آدم فیضت را عطا فرما، اعتماد بر عیسی دارم، بر آن خون پاک او، خون وی زدود جرمم، محض فیض و رحم او، بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی آدم فیضت را عطا فرما، اعتماد بر او شیرین است، آزادم ز قید و بند، شادی و سرورم درست آن مسیح خدا من، بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی آدم فیضت را عطا فرما، ای امید و شادی جان، دوست و منجیم عیسی، نور تو به رویم تابان، همدمم شوی هر جا، بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی آدم فیضت را عطا فرما. خدا را شکر. خب شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته به ادامه مطالعه انجیل متی می‌پردازیم. در برنامه هفته قبل آیه 7 در فصل 5 انجیل متی را مورد مطالعه قرار دادیم. دوستان اگر خاطرتون باشه، آیه 7 در فصل 5 انجیل متی می‌فرماید: خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. آمین. امیدوارم که شنیدن برنامه هفته قبل موجب برکت شما شده باشه عزیزان. قبل از شروع مطالعه و بررسی آیه 8، لازم میدونم تا چند نکته آموزنده دیگر رو در مورد آیه 7 خدمت شما عرض کنم. عزیزان، اگه خدا بخشایش خودش را از ما دریغ کنه، ما چطور میتونیم نجات پیدا کنیم؟ بزرگترین رحمت و بخشایش خداوند، بزرگترین مثال رحمت و شفقت، خود عیسی مسیحه. او برای نشان دادن رحمت نسبت به انسان گناهکار برای او مرد.
عیسی مسیح حتی کسانی را که او را مصلوب می کردن بخشید. مسیح حتی بر روی صلیب دشمنان خودش را بخشید و برای آنها حتی دعای خیر نمود. عزیزان، این مهم را ما در انجیل لوقا فصل 23 و آیه 34 مطالعه می کنیم. در کلام خداوند می آموزیم که زمانی که عیسی مسیح پس از آزار و اذیت‌های بسیار جسمی و روحی بالاخره برای پرداخت تاوان گناهان بشر یک بار برای همیشه مصلوب شد، در اون حال هم عیسی مسیح بخشنده و رحیم بود. او پر از شفقت برای انسان گناهکار در حالی که بر روی صلیب بود فرمود: ای پدر، این مردم را ببخش زیرا که نمی دانند چه می کنند. خدا را شکر. بله عزیزان، این نمونه بارزی از رحمت، شفقت و مهربانی در حق انسان گناهکاره که می بینیم عیسی مسیح ارتعی آخرین جملاتی که فرمود در اینجا برای ما ثبت شده. دوست عزیز من، آیا من و شما حاضریم تا برای دشمنان خودمون اینطور دعا کنیم؟ آیا من و شما قادر و حاضریم تا کسانی که ما را بسیار آزار داده اند ببخشیم و برای آنها دعای خیر کنیم؟ امروز فرصت خوبیه تا اجازه بدیم این مثال، این آیه‌ای که کلام خدا برای ما داشته، این درسی که عیسی مسیح امروز به ما میده، ما را تعلیم بده. اجازه بدیم تا روح القدس خداوند ما را فروتن بسازه و بتونیم انسانها را، حتی آنهایی که مایل نیستند خوبی ما را ببینند، حتی انسانهایی که ما را به نوع بسیار فجیع آزار دادن، ببخشیم. عزیزان، نمونه های رحمت و شفقت بسیاری در کلام خداوند می‌خوانیم. برای مثال استیفان، یکی از شاگردان دیگر عیسی مسیح، او اولین مسیحی بود که به خاطر ایمانش به عیسی مسیح کشته شد. استیفان هم به هنگام مرگ قاتلین خودش را بخشید. در کتاب اعمال رسولان فصل 7 و آیه 60 می‌خوانیم: استیفان بر روی زانوهای خود افتاد و با صدای بلند گفت: خداوندا، این گناه را به حساب آنان نگذار. پس از این دعا او جان سپرد. آمین. پس می‌بینیم استیفان، ایماندار به عیسی مسیح، توسط روحانیون، توسط مذهبیون آن دوره به مرگ محکوم شده بود و ایشون را سنگسار میکنن و میبینیم که استیفان قبل از جان سپردن برای قاتلین خودش دعا میکنه، میگه: خداوندا، این گناه را به حساب آنان نگذار. و چه جمله زیبایی که از دهان این شخص قبل از آن که بمیره بیرون میاد: دعای خیر، دعای برکت برای کسانی که حتی حاضر بودن او را بکشن. عزیزان، هنگامی که همسایه ما کیه؟ یعنی یکی از هم نوعان ما در حق ما خطایی یا ظلمی میکنه، سرمشق عیسی و استیفان را باید به خاطر بیاری. بله، من و شما میبایستی عیسی مسیح و همینطور استیفان را به عنوان سرمشق در زندگی خودمون داشته باشیم تا بتونیم برای دشمنانمون دعا کنیم، برای دشمنانمون دعای خیر کنیم. اگه دیگران را نبخشیم عزیزان، این نشان دهنده اینه که روح مقدس خداوند در ما نیست. و اگر روح مقدس خداوند، روح القدس در ما نباشه، به معنی اینه که در واقع ما به مسیح تعلق نداریم. اگه بخوایم در رحمت خدا باقی بمانیم،
باید همچنان نسبت به دیگران رحیم باشیم. یعنی چه؟ یعنی آنها را ببخشیم. فرقی نمی کنه که دیگران در حق ما چه می کنن، وظیفه ما، سرمشقی که مسیح برای ما گذاشته اینه که ببخشیم و دعای خیر کنیم. دوستان، در روز داوری هنگامی که باید در برابر خدا بایستیم، یقیناً همه ما به رحمت او نیاز داریم. در آن روز اگر نسبت به دیگران رحمت نشان داده باشیم، خدا نیز نسبت به ما رحمت نشان خواهد داد. پس بسیار مهم دوستان که در این چند روزه عمر کینه توز نباشیم، بلکه مهربان و رحیم و پر از شفقت در حق همه انسانهایی که خداوند به نوعی اجازه میده توی زندگی ما ظاهر بشند. میبایستی سرمشق عیسی مسیح را پیروی کنیم، حتی دشمنانمون را دوست داشته برای آنها دعا کنیم.
چشمه حیات، آب حیاتی که نصیبم شد هرگز تشنه نشود. او گفت فقط ایمان آورد، آری فقط ایمان آورد، من آماده ام بشنوم آن را اجابت کنم. او گفت فقط ایمان آورد، آری فقط ایمان آورد، خدا را شکر. خب دوستان، حال به آیه هشتم انجیل متی فصل پنجم میرسیم. آیه هشتم فصل پنجم انجیل متی میفرماید: خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. آمین. بله عزیزان، آیه هشتم عیسی مسیح میفرماید خوشا به حال پاک دلان. او همینطور ادامه میده: زیرا ایشان خدا را خواهند دید. دوستان، در نظر خدا دل ما مهمترین چیزه. انسان معمولاً با دانش اندکش، با درک اندکش به ظاهر دیگران نگاه میکنه، ولی خداوند همیشه به دل انسان و به نیتهای دل انسان مینگره. خداوند به دل انسان نگاه میکنه تا ببینه آیا او دلی پاک داره یا نه. عزیزان، اولا پاک دل بودن یعنی اینکه ظاهر و باطن انسان یکی باشه. بله، ما نباید دو دل باشیم، یعنی نباید فکر و عمل ما دوگانه باشه. خداوند راجع به یک دل بودن و پاک دل بودن ایمانداران به عیسی مسیح خیلی ما را تعلیم داده. قسمتی از کلام خدا را برای یادگیری و درک اهمیت پاک دل بودن در نزد خدا خدمت شما قرائت می‌کنم. دوستان، در کتاب یعقوب فصل اول آیات 5 تا 8 می‌خوانیم که می‌فرماید: اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد. زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند، سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید. آیه ششم می فرماید: اما وقتی از او درخواست می کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد. زیرا کسی که شک می کند، مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو و آن سو رانده می شود. چنین شخصی هرگز نمیتواند تصمیم قاطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ نیز از خدا نداشته باشید. پس میبینیم که خداوند یک دلی ما را، یک دل بودن و استوار بودن خودمون را در اینجا چقدر به ما یادآور میشه و تاکید میکنه. میبایستی در دعاهایمون عزیزان از خدا یک دل باشیم. دومن، پاک بودن به معنی مقدس بودنه. انسانهای زیادی را ما در جامعه میشناسیم که فکر ظاهرشون هستن و مرتب به اینکه ظاهرشون چقدر مذهبیه اهمیت میدن تا باطنشون.
دوستان، خداوند دل ما را میخواد، خداوند دل پاک میخواد و کاری به ظاهر اون شخص نداره که با دلی ناپاک سعی در نشان دادن این که ظاهرن خدا دوسته و خدا پرسته داره. پاک بودن دوستان به معنی مقدس بودنه، عاری از گناه و مبرا از خودپرستی بودنه. شخصی که پاک دله در واقع خدا را با تمامی دل، تمامی جان، تمامی فکر و با تمام قوت خود دوست داره. این در حقیقت بزرگترین حکم خود خداونده. بزرگترین حکم خود خداوند اینه که با تمامی دل، تمامی جان، تمامی فکر و با تمام قوت خود خدا را دوست بداریم. عزیزان، بزرگترین حکم خداوند در مرقس فصل 12 و آیه 30 و همینطور در متی فصل 22 آیات 34 تا 40 برای ما توضیح داده شده. دوستان، در زمان زندگی زمینی مسیح، یهودیان مذهبی خودشون را عادل می شمردن و دقت داشتن که همیشه احکام شریعت را به جا بیارن. یهودیان 10 فرمان و همینطور احکام مربوط به قربانی ها را خیلی مهم تلقی می کردن. اگر یک یهودی از 10 فرمان اطاعت می کرد، قربانی های لازم را تقدیم می کرد، او احساس خوبی داشت و فکر می کرد که حالا دیگه عادل شده. حالا دیگه خداوند تمام گناهان او را بخشیده و آمرزیده شده. اما در اینجا می بینیم عیسی مسیح حکم والاتری را تعلیم می ده. حکمی که بسیار بزرگتره و اون چیه؟ اون محبت نمودن به خداست. عزیزان، خدا بیش از قربانی های ما، بیش از صدقات ما، محبت ما را می طلبه. در واقع یهودیان این حکم را می شناختن، چرا که در کتاب مقدس تثنیه در فصل 6 آیات 4 و 5 نوشته شده و یهودیان دیندار این را روزی 2 بار با صدای بلند تکرار می کردن. اما اون را والاترین حکم به شمار نمی آوردن، حکمی که تمامی احکام دیگه از او سرمشق شده باشه. بله دوستان، والاترین حکمی که تمامی دیگر احکام از اون سرمشق شده اینه که خداوند خدای خود را محبت نما. و یهودیان به خوبی این آیه از کلام خداوند را می شناختن و او را روزی 2 بار در دعاهای روزانشون تکرار می کردن. اونها تثنیه فصل 6 را می خواندن و تثنیه فصل 6 آیات 4 و 5 به خوبی می گه که خداوند خدای خود را محبت نما. دوستان، خدا چه اندازه از محبت ما را می خواد؟ تمامی اون را. خداوند همه محبت ما را لازم داره. در اینجا، یعنی در تثنیه فصل 6 آیات 4 و 5، کلمه تمامی، کلمه همه محبت در بگونه 4 بار تکرار شده. عزیزان، ما باید تمام محبت خودمون را به خدا بدیم، یعنی نباید قسمتی از محبت را برای خودمون و خواستهای انسانی خودمون نگاه داریم. بله، ما باید خدا را با تمامی وجود خود دوست بداریم. یعنی چه؟ یعنی با تمامی دل و جان و خاطر و قوت، درست همان گونه که خود آیه به ما تعلیم میده. دوستان، ما باید زندگی خودمون را در محبت به خدا بدیم. توجه داشته باشید که دیگه امروز خدا قربانی سوختنی نمیخواد. خداوند خواهان دل پاک ما، او خواهان قربانی انسانی ماست. او خواهان وجود ما، فکر ما، زندگی پاک ماست. خدا میخواد که ما خودمون را به عنوان قربانی های زنده به او تقدیم کنیم. این قسمت مهم را در کتاب رومیان فصل 12 و آیه 1
به خوبی ما میآموزیم. دوستان لطفاً به این قسمت از عرایزم توجه خاصی مبذول بفرمایید. راجع به این که تقدیم وجود خود به عنوان قربانی زنده یعنی چه؟ ما میبینیم که در بعضی از مذاهب امروزه دنها ایمانداران به آن مذاهب قربانی هایی تقدیم میکنن. قربانی های حیوانی، قربانی های به طرق مختلف. ولی میبینیم که کلام خدا در عهد جدید به ما میگه خود را به عنوان قربانی زنده به من تقدیم کنید. میخوام راجع به این یه مقداری با شما صحبت کنم. عزیزان، آیه اول فصل 12 کلام خدا در رومیان میفرماید شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست. آمین. آیه اول از فصل 12 پولس رسول به ایمانداران به عیسی مسیح میگه که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست. اما این آیه یعنی چه؟ وقتی کلام خدا به ما میگه بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم کنید یعنی چه؟ دوستان در 11 فصل اول همون کتاب یعنی در رومیان پولس رسول تعالیم اصلی و مفاد اولیه آیین مسیحیت را توضیح داده. مسائل بنیادی ایمان مسیحی را پولس در 11 فصل اول قبل از اینکه به این آیه برسیم برای ما به خوبی شرح داده. شما را تشویق می‌کنم تا باز هم برای درک اهمیت و مفهوم واقعی این که چرا پولس اینجا میگه ما حالا باید بدنهای خودمون را به عنوان قربانی زنده به خداوند تقدیم کنیم 11 فصل اول اون کتاب را مطالعه بفرمایید. بدین ترتیب عزیزان پولس رسول زیربنای ایمان ما را پریزی کرده. زیربنای ایمان مسیحیت را پولس رسول در این 11 فصل کتاب رومیان برای ما به خوبی توضیح داده. عزیزان با توجه به 11 فصل اول نامه رومیان میشه مفاد ایمان مسیحی را به شکل زیر خلاصه کرد. خواهش میکنم به این قسمت توجه خاصی مبذول بفرمایید. اول اینکه با مطالعه 11 فصل اول کتاب رومیان ما میآموزیم که ما با مسیح متحد گشتیم. بله، به خاطر مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب طبیعت کهنه ما مرده و سلطه گناه بر زندگی ما پایان پذیرفته و همینطور به خاطر رستاخیز مسیح از مردگان ما به عنوان ایمانداران به او دارای انسانیتی جدید شدیم و در تازگی حیات زندگی و رفتار او زندگی میکنیم. کلام خداوند این رو به خوبی در ما توضیح میده. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 میفرماید که ما در ایمان به عیسی مسیح مبدل به مخلوقی جدید میگردیم. عزیزان اینک هدیه روح القدس یا روح خداوند را دریافت کردیم بعد از ایمان به عیسی مسیح و با کمک و نیروی روح القدس عزیزان از گناه دوری کرده بر شرارت غلبه می کنیم و با هدایت و راهنمایی در طریق عدالت او زندگی و رفتار می کنیم. این چیزیه که کلام خدا در 11 فصل کتاب رومیان به ما می آموزه. ما بعد از ایمان به عیسی مسیح روح القدس را دریافت میکنیم و روح القدس به ما کمک میکنه تا از گناه دوری کنیم، بر شرارت غلبه پیدا کنیم و تحت هدایت، کمک و راهنمایی روح القدس زندگی و رفتار پاک ما
مقدس و خداپسندانه ای را داشته باشیم. اینجا پولس رسول درباره زندگی شایسته و عدالت یک مسیحی صحبت میکنه و تعلیم میده در آیه 1 و آیه 2 از فصل 12. عزیزان، اگر ما حقیقتاً با مسیح متحد شدیم، باید در زندگیمون اثر و ثمره این اتحاد روحانی با او مشاهده بشه. اگر انسانیت باطنی ما دچار یک چنین تغییر اساسی بشه، باید زندگی و رفتار ظاهری ما نیز دستخوش تغییر و دگرگونی بشه. بنابراین پولس رسول درباره زندگی ظاهری، طرز رفتار، کار و کسب، پیشه و روابط عمومی یک مسیح شروع به تعلیم دادن میکنه. اما تعالیم او، اولین وظیفه ما به عنوان یک ایماندار مسیحی چیه؟ دوستان، نخستین و مهمترین وظیفه ما اینه که بدنهای خودمون را قربانی زنده مقدس، قربانی زنده پسندیده خدا بگردانیم. در اینجا منظور پولس از بدن، عزیزان، تمامی وجودمونه. تمامی هستی ما، اعم از روحمون، جسممون و جانمون. لازم تذکره که بدنی که پولس رسول در اینجا به اون اشاره میکنه، کشتن انسانیت کهنه غرق در گناه نیست، بلکه آن انسانیت جدید ماست که به وسیله قدرت خدا برخیزانیده شده. این اون بدنیه که باید هر روزه به خدا تقدیم بشه. عزیزان، ما تا قبل از ایمان به عیسی مسیح اسیر در گناه و در گناه مرده هستیم. بعد از ایمان به مسیح، خداوند ما را مبدل به موجوداتی تازه، به مخلوقی تازه میگردانه و بعد از اونه که باید روزانه بدنهای خود را، خواستهای خود را، اراده خود را، روح و جان خود را به خداوند تقدیم کنی. دوستان، بدن تازه‌ای که به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم می‌کنیم، باید پاک و مقدس باشه و از لحاظ روحانی سالم و زنده. بدنی که به خدا تقدیم می‌کنیم، عزیزان، باید بدون لکه و عیب باشه. این یعنی که نباید هیچ قسمتی را برای خودمون نگه داریم. نمی بایستی هنوز نبخشیدن، هنوز کینه و کدورت و هنوز عیب و ایرادها و گناهان پنهانی در زندگی ما باشه. در مقابل رحمتهای خداست، عزیزان، که باید خودمون را به خداوند تقدیم کنیم. به خاطر، عزیزان، رحمتهای خدا بود که عیسی مسیح بدن خودش را به دشمنانش سپرد و برای ما قربانی شد. بله، عیسی مسیح باز سرمشق بسیار جالبی برای ما در مرگ خودش بر روی صلیب به نمایش گذاشته. سرمشق عیسی مسیح اینه که او تمام وجودش را، او تمام بدنش را، تمام جانش را برای خداوند داد. و لذا با توجه به این رحمت‌های خداست، عزیزان، که ما هم بدنهای خودمون را به خدا تقدیم می‌کنیم. در حقیقت این اون عبادت معقول و پسندیده‌ایه که خدا از ما انتظار داره. خدا از ما نمیخواد که ورد بخونیم، دعاهایی را تکرار بکنیم که از دل ما بر نمیاد. خداوند میخواد ما وجودمون قربانی زنده‌ای باشه به او. این چنین قربانی، قربانی زنده مقدس، قربانی پسندیده خداست. در مقام مقایسه با هدیه‌ای که عزیزان خدا به ما داده، تقدیم بدنهای خود کار مشکل و نامعقولی به نظر نمیرسه. خداوند اول خودش بدنش را قربانی ما کرده. عیسی مسیح اول قربانی شد تا ما هم یاد بگیریم که میبایستی تمام وجود خودمون را به خداوند بدیم.
توجه کنید که از نظر خدا بدن یک مسیحی عزیزان مقدس قلمداد میشه. در ابتدا خدا ما را مقدس و بی عیب آفرید. باید این را یاد داشته باشیم که بدن یک مسیحی معبد روح القدس و مکان زندگی روح خداست. این را ما در اول قرنتیان فصل سوم آیه 16 و همینطور فصل ششم باز در اول قرنتیان و فصل 19 مطالعه میکنیم. بله عزیزان، بدن یک مسیحی معبد روح خود خداست و مکانیه که خدا در او بعد از ایمان به عیسی مسیح زندگی میکنه. به خاطر سکونت روح القدس در درون ماست که از نظر خدا بدنهای ما حالا مقدس و پسندیده میباشه. اگه دعا کنیم که زندگی خودمون را به خداوند تسلیم کردیم، چطور میتونیم دیگه چیزهای دیگری را برای خودمون نگه داریم؟ عزیزان، در اینجا یک سوالی مطرح میشه و سوال اینه که چگونه میتوانیم محبت خودمون را به خدا نشون بدیم؟ سوال به جاییه. خداوند میگه من محبت شما را، وجود شما را به عنوان قربانی و عبادت میپذیرم. اما سوال اینجاست که ما چطور میتونیم محبت خودمون را به خدا نشون بدیم؟ گفتن این که خدا را دوست دارم به زبون آسونه، اما معنی واقعی او چیه؟ دوستان، دوست داشتن خدا به معنی اطاعت کردن از اوست. اگر از خدا اطاعت نکنیم، در حقیقت ما خدا را دوست نداریم. در حقیقت اطاعت ما از خداوند گواه و نشانه محبت ما از اوست. عزیزان، وقتی ما خدا را محبت میکنیم، به خداوند احترام میگذاریم و اطاعت ما گواه و نشانه محبت ما به خداونده. با این حال اطاعت ما نباید شبیه اطاعت فریسیان و یهودیان مذهبی متظاهر زمان عیسی مسیح باشه. در زمان عیسی مسیح یهودیان مذهبی خدا را محبت می کردن، نه به خاطر اینکه خدا را دوست داشتند، بلکه به این خاطر که به دیگران نشان بدن که تا چه حد مذهبی هستند. دوستان، تنها کسانی که پاک دل هستند، یعنی مقدس هستند، خدا را خواهند دید. و این اون چیزیه که عیسی مسیح در این آیه به ما میآموزه. عیسی مسیح به ما میآموزد خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. باید دعا کنیم، باید به روح القدس حق تقدم بدیم، باید روزانه در کلام خداوند وقت بگذرانیم و از خداوند بخواهیم تا با روح مقدس خودش ما را پاکدل بگردانه. از خدا بخواهیم که ما را در مقدس بودن، در فروتن بودن، در تقدیم بدنهای خودمون به عنوان قربانی زنده به او کمک کنه. یادم اون قدیما که غرق بودم توی گناه، چه روزای تاریکی میلولیدم توی گناه. اما عیسی من درد من را صدا کرد، زنجیرهای غم را از دست و پام رها کرد. اما عیسی من درد من را صدا کرد، زنجیرهای غم را از دست و پام رها کرد. دیگر امروز تنها خدا را میپرستم، من این همه شادی را مدیون عیسی هستم. عیسی سلطان من، سلطان مهر و وفاست، عیسی نجات من، نجات همه امها. میخوام اکنون مرا
با روح خود لبریز کنم این دل شکست رو، با مهر خود شفا دهم. اکنون در آسمان فرشته ها خوشحالن، برای این لحظه جشن بزرگی دارن. اکنون در آسمان فرشته ها خوشحالن، برای این لحظه جشن بزرگی دارن. چرا من نکشم دست از کارای دنیا، چرا من نباشم شریک این خوشی ها. باران محبت بر قلب من میبارد، چه امید شادی در نمان میارم. خدا رو شکر. عزیزان، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که شنیدن این قسمت از کلام خداوند موجب برکت شما شده باشه. امروز با هم نگاهی داشتیم به آیه 8 از فصل 5 انجیل متی. در این آیه عیسی مسیح می‌فرماید: خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. آمین. عزیزان، آموختیم که عیسی مسیح خود چگونه سرمشقی از انسانی پاک دل برای ما گردید. کلام خدا به ما آموخت که عیسی مسیح حتی بر روی صلیب دشمنان خودش را، قاتلین خودش را بخشید و برای آنها دعای خیر کرد. بعد دیدیم که استیفان شاگرد عیسی مسیح در پیروی از او نیز لحظاتی قبل از مرگ خودش برای قاتلینش دعا کرد و برای آنها دعای خیر نمود. خوشا به حال پاکدلان. عزیزان، کلام خداوند در عبرانیان فصل 12 آیه 14 می‌فرماید: بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و دلی پاک و زندگی مقدسی داشته باشید، زیرا تا پاک و مقدس نباشید خداوند را نخواهید دید. آمین. بله عزیزان، تعلیم خداوند به من و شما امروز اینه که صرف نظر از این که دیگران با ما چه می کنن، وظیفه ماست تا با همه مردم در صلح و صفا به سر ببریم. وظیفه من و شماست که دلی پاک داشته و زندگی مقدسی داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه کلام خدا به ما می آموزه تا پاک و مقدس نباشید خداوند را نخواهید دید. عزیزان، برای ورود به ملکوت خدا ما باید مقدس باشیم. می بایستی دلی پاک داشته باشیم و می بایستی با مردم در صلح و صفا به سر ببریم. اما باید بدونیم که ما برای مقدس بودن به کمک خدا نیاز داریم. من و شما نمی تونیم تنها با تکیه بر خواست انسانی خودمون و قدرت، علم و توانایی محدود انسانیمون بتونیم مقدس زندگی کنیم. برای مقدس زیستن، برای مقبول خداوند بودن، ما محتاج خود خداوندیم. داوود پادشاه در مزمور 51 آیه 10 می‌فرماید: ای خدا، دل طاهر در من بیافرید. بله دوستان، حتی داوود پیامبر نیز احتیاج داشت تا خداوند دل او را طاهر کنه. تنها با سکوت روح القدس، تنها با سکونت روح خود خداوند در ماست که دلهای ما طاهر می گرده. عزیزان، اگر من و شما امروزه مسکین در روح و گرسنه عدالت باشیم و به طرف خدا بیاییم،
خداوند دلهای ما را طاهر می سازه. اگه به خدا نزدیک بشیم، خداوند نیز به ما نزدیک میشه. بله عزیزان، اگر کلام خداوند امروز قلبهای شما را لمس کرده، اگر مایلی تا به خداوند اجازه بدید دلی پاک به شما عطا بفرماید، اگر مایلی تا روح القدس به شما کمک کنه تا قادر باشید زندگی پاک و مقدسی داشته باشید، دعوتتون میکنم تا با من به حضور خدا بریم و از خداوند بخواهیم تا ما را در داشتن قلبی طاهر، در داشتن زندگی مقدس یاری کنه. خداوند تو را شکر میکنیم به خاطر این دقایقی که از کلام تو مطالعه کردیم. خداوند تو را شکر میکنیم به خاطر فیض، رحمت و شفقتت. خداوند تو را شکر میکنیم که از ما دلی طاهر خواستی. پدر جان تو را شکر میکنیم به خاطر عیسی مسیح که نمونه و سرمشق رحمت و پاکدلی بود. خداوند تو را شکر میکنیم که میبینیم چگونه عیسی مسیح حتی دشمنان خودش را میبخشه. پدر جان ما دعا میکنیم گناهان ما را در نام عیسی مسیح ببخش. خداوند به ما دلی پاک و طاهر عطا کن و به ما کمک کن تا با دیگران در صلح و صفا به سر ببریم. خداوندا ما تمام وجود خودمون را به عنوان قربانی زنده در این لحظه به تو تقدیم میکنیم. پدر جان با روح مقدست به زندگی ما بیا خداوند و به ما فکری نو، قلبی نو، زبانی نو و وجودی نو عطا کن. پدر جان تو را دوست داریم و زندگیمون را کاملا به تو می سپاریم و می طلبیم از این لحظه به بعد از هستی و زندگی ما برای خدمت و محبت به دیگران و جلال نام خودت استفاده کنی. این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آوریم و با ایمان دریافت می کنیم. آمین. خدا را شکر. خب عزیزان شنونده، باز هم با امید این که شنیدن از کلام خداوند قلب شما را لمس کرده باشه و با امید این که اجازه داده باشید روح مقدس خداوند به زندگی شما آمده و شما را عادل گردانیده باشه، تا هفته آینده در فیض و آرامش مسیح باشید.
خدا من شهر حیات منو خدا من